عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان میگوید که ایالات متحده آمریکا در سیاست‌های ناکامش در افغانستان پاکستان را مقصر می‌داند و پاکستانیان نباید قربانیان سیاست‌های ناکام واشنگتن و دهلی نو شوند. بسیاری از چهره‌های سیاسی دیگر پاکستان نیز از موضع گیری تند ترامپ در برابر اسلام آباد ناخشنود هستند. من فکر می کنم که پاکستان می تواند گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان را زمینه سازی کند، اما نباید پاکستان نادیده گرفته شود. هنگامی که یک کشور با آوردن فشار تهدید شود، چنین سیاست کارانه خواهد بود. اما چین از متحد کلیدیش در منطقه یعنی اسلام آباد دفاع می کند. درباره گفته های رئیس جمهور ترامپ درباره پاکستان می خواهم بگویم که پاکستان در خط نخست پیکار با هراس افغانی ایستاده است و در این پیکار تلاش های مثبتی داشته است. این کشور قربانی های بسیاری داده است و در کار حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان کمک کرده است. هند که از بهره کمک به افغانستان از سوی ترامپ ستایش شد، تعهد می سپارد که افغانستان را در نبرد با هراس افغانانی که پناهگاه های آنان در کشورهای دیگرند کمک خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است، ما از تصمیم ترامپ برای تقویت تلاش ها در کار رسیدگی به چالش ها در افغانستان و مبارزه با هراس افغانانی که در کشور دیگری از پناهگاه های امن لذت می برند استقبال می کنیم. در همین حال سفارت ایالات متحده در کابل هشدار می‌دهد که با سیاست دوگانه برخی از کشورها در کار مبارزه با هراس افغانی پایان خواهد داد. در حالی که بر طالبان نیز فشار خواهیم آورد تا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان به روند صلح حکومت افغانستان بپیوندند. انگیزه سیاست دوگانه برخی از کشورها را که به حمایت از طالبان می‌انجامد از میان خواهیم برد. از سوی هم در راهبرد ترامپ درباره دو کشور مهم منطقه یعنی ایران و روسیه که به مداخله در امور داخلی افغانستان و پشتیبانی از طالبان متهم هستند چیزی گفتن نشده است.